سلام علیکم. وسط این همه گیر و گرفت دنیا و خبر بد، بد نیست یکم راجع به چیزهای هیجان انگیز علمی حرف بزنیم؟ شاید یه مسکن کوچیکی باشه روی این همه درد و یه چند دقیقه جدا شیم از دنیا. من مفصل توی سیدپور راجع به فرکتال ها، هندسه فرکتالی و این چیزها نوشتم. یکی دوتا ویدیو هم هست که راجع به این چیزها صحبت میکنم. برای همین توی این ویدیو قصدم نیست که راجع به هندسه فرکتالی صحبت کنم، ولی میخوام از فرکتال ها شروع کنم و برم به جایی بامزه‌ای برسم. ایده اینه که احتمالاً شما میدونید که یک سری اشکال هندسه‌ای هستن که یک سری ویژگی دارن، از جمله این که اگر شما یک گوشه ای از اون رو بکنید و یک کمی بچرخونید، بزرگشون کنید، اون موقع شکلی که میبینید شبیه شکل اصلیه و به این خاصیت میگن سلف سیمیلاریتی یا خود همانندی، خود متشابه بودن یا هر چیز. مثلا کلمه بروکلی خارجی رو اگر دیده باشید، اگر یه گل چش رو بکنید و اینو بزرگ کنید، انگار کل اون شکل رو میسازه و یک عالمه موجودات انتزاعی اینجوری وجود داره، مثل مثلث سرپینسکی، مثل برفدانه کخ و و و و چیزهای دیگه که اصلا هم ما به اینا میگیم فرکتال و هندسه توصیف کنندشون میگیم اینا هندسه فرکتالی. یه ویژگی خیلی بامزه راجع به اینها اینه که بعد توصیف کننده اینها که بهش میگیم بعد فرکتالی، یه عدد کسریه، 1, 2 و 3 نیست، اینتیجر نیست، عدد صحیحی نیست و مثلا بعدشون بین این دوتا. باز من مفصل توی سیدپور هستم که این بعد چجوری به دست میاد و کم و زیاد شدن این بعد چه مفهومی داره. مثلا من صحبت کردم راجع به اینکه شهود ما اینه که اگر بعد یک موجودی که توی صفحه هست کم و زیاد بشه، بین 2 و 3 حرکت کنه معنیش چیه، بین 1 و 2 حرکت کنه معنیش چیه، راجع به خمهای صفحه پرکن و فضا پرکن مفصل اونجا حرف زدیم. و اون 5 تا نوشته وجود داره که از اول من شروع کنم راجع به هندسه فرکتالی صحبت کنم. نگاه خیلی نگاه انتزاعی و ریاضی یک جورایی، چون داریم همش رو به چیزای حرف میزنیم که انگار از دل یک ساز و کار ریاضی به دست. سوال اینه که خب حالا اینها واقعا چه ربطی دارن به فیزیک؟ و ما مثلا میدونیم که توی فیزیک نمیشه یه چیزی رو 1000 بار شکست و کوچیک و کوچیکترش کرد، که محدودیتای وجود داره و این ویژگی سلف سیمیلار بودن تا یک جاهایی برقراره، از یک جای به بعد دیگه نمیشه هی اینو شکست. یعنی مثلا شما مثلا سرخس به عنوان یه نوگیاه رو بر میدارید، یه تیکش رو میکنید، زوم میکنید، میشه شبیه مثلا قبلی، اما تا چند لایه برید پایین، تا چند لول برید پایین، تا چند اسکیل برید پایین، این برقراره قاعدتا تا یک جایی. حالا ارتباطش با فیزیک و بقیه جای علم چیه؟ یه ویژگی مهم راجبه فرکتال ها اینه که اصطلاحاً میگن اینها مستقل از مقیاسن. یعنی چی؟ یعنی وقتی یک الگویی داره همینطور تکرار و تکرار میشه، شما نمیتونید یک مقیاس درستی برای توصیف اون پیدا کنید. شما گاهی وقت مثلا میرید یه جنگل عجیب و غریب، بعد میخواین با یه درختی که خیلی بلنده مثلا عکس بگیرید، بذاریدش مثلا جایی که مردم ببینن، معمولا وای میسید کنار درخت و با درخت عکس میگیرید و دوربین از دور داره شما رو نشون میده. چرا؟ چون شما میخواین از قد خودتون به عنوان یه متر، به عنوان یک مقیاس استفاده کنید و بعد بگید ببینید چقدر این درخت بلنده. چون با مقایسه کردن قد من و این الگو شما درکی از یک طول مشخصه پیدا میکنید. اما فرکتال ها اینجوری هنگه چون هرچقدر شما زوم کنید داخلشون یا بیارید از بیرون نگاه کنید، الگوه عوض نمیشه، انگار که اصلا هیچ مقیاسی نیست که این سیستم رو توصیف کنه. اینو ما جاهای دیگه هم میبینیم. مثلا شاید شما شنیده باشید که توزیع ثروت یا توزیع زمین ها یا یک سری توزیع هایی، یه چیزی که بین مردم پخش شده، مثل قد نیست. قد آدم ها یه جوری خیلی ترتمیز دورور یه متوسطی پخش شد. یعنی فرض کنید مثلا متوسط قد ایرانی 165 مثلا، آقایون 170، مهم نیست حالا این چه عددیه. چیزی که مهمه اینه که
بقیه هم دور و ور اینن و اونقدر فاصله دیگه نداریم. یعنی مثلا یه دفعه یکی پیدا نمیشه که 10 متر قدش باشه، همه دور و ور اینن و اصطلاحا یه توزیع نرمال داره. و نرمال هم یه واژه تکنیکیال ریاضیه به معنای عمود، یعنی این توزیع یک توزیع گاوسیه که یک مقدار متوسط داره و یه انحرافی از این متوسط که اون میزان انحراف به شما یه جورایی طول مشخصه میده و از اون سیستم. اما وقتی به توزیع ثروت نگاه میکنید، شاید شنیده باشید که میگه مثلا 80% پول یه جایی دست 20% مردمش. تا اینجا بد نیست، نکته اینه که بعد شما میرید توی همون 20% پولدارها، باز میگن توی این 20% 80% ثروتشون دوباره دست 20%شون. و اگر شما دوباره برید توی این 20% اون 20% پولدارا، میبینید که 80% این ثروت دست 20%شون. این عدد 80 و 20 مهم نیست، چیزی که مهمه اینه که این الگو داره توی همه مقیاس‌ها تکرار میشه یا توی مقیاس‌های زیادی تکرار میشه. برای همین میگن توزیع ثروت یک توزیع بی‌مقیاسه، اسکیل فری یا اسکیل اینوریانت. علت اینه که اگر مثلا این توزیع باشه پی ایکس، اون موقع متناسبه با ایکس به توان منفی یه عددی. اون موقع اگر شما ایکس رو 10 برابر کنید، 10x به توان منفی یه عددی میشه 10 به توان منفی اون عدد ضرب در ایکس به توان منفی اون عدد. و شما با این تبدیل مقیاس تنها کاری که کردید اینه که یه عددی ثابتی رو ضرب کردید توی چیزی، شکل و فرم توزیع عوض نشد، برای همین بهش میگیم بی‌مقیاس. اما خب حالا آیا واقعا اینا بی‌مقیاسند؟ من یادمه که یه بار ما حتی توی یکی از سوالای امتحان درس سیستم های پیچیده توی بهشتی یه سوال دادیم که آیا فرق وجود داره بین توزیع های بی‌مقیاس و توزیع های دومکلوفت. دومکلوفت ترجمه من از هیوی تیل دیستریبیوشن، حالا بهتون میگم یعنی چی. توزیع گوسی یه توزیعی که به صورت نمایی افت میکنه، یعنی ای به توان منفی یک چیزی میاد پایین و یک افت شدید. ما دو طرف این مسئله داریم، یعنی شما این متوسط باشه، از متوسط چه چپ برید چه راست برید، به طور وحشتناک سریع توزیع افت میکنه. اما اگر توزیع به صورت نمایی افت نکنه، یا وقتی شما یه توزیع رو در مقایسه با چیزی که نمایی افت میکنه بکشید، اگر اون ته تاب توزیع بالاتر از اون دوم نمایی قرار بگیره، ما اصطلاحا میگیم این تاب توزیع دوم کلفته. چرا؟ چون سرعت کم شدنش مثل توزیع گوسی نیست. اصطلاحا اینا میگن heavy tail distribution. و ترجمه احتمالاتیش اینه که مثلا اگر به شما بگن احتمال اینکه یه آدم قدش 10 متر چقدره، شما میتونید بگید تقریبا صفر، چون خیلی از استاندارد دوره. اما اگر مثلا به توزیع ثروت نگاه کنید، میبینید یک دفعه آدم های هستن که عجیب و غریب ثروتمندن. یا اگر به توزیع مثلا تعداد فالوور توی شبکه‌های اجتماعی نگاه کنید، یا عالم آدم هست مثل من که مثلا 100 تا 1000 تا فالوور دارن، ولی مثلا یه آدمایی هم پیدا میشن که از مرتبه میلیون فالوور دارن. اینی که احتمال‌های نادر قابل توجهن، یعنی آدم‌هایی که خیلی دم کلفتن وجود دارن. اتفاقا زلزله‌هایی میاد که به ندرت رخ میدن، ولی اونها خیلی زلزله‌های قوی هستن. این الگو رو ما همه جا دیدیم، ولی یک نکته خیلی اساسی به نظر من وجود داره که بین فیزیک دونا و حالا کسایی که به این چیز علاقه مندن اشتباه گاهی وقتا جا به جا میشه. حالا که ما دو تا چیز داریم، یکی اسکیل فری بودن داریم و پاور لا بودن. پاور لا یعنی قانون توانیه، یعنی توزیع شما x به توان منفی یک چیزیه، بهم میگیم پاور لا. و اینا اسکیل فری ان چون تحت تبدیل اسکیل شما میتونید رو دوباره ری اسکیل کنید و مقیاس عوض نمیشه، فرم تابع این وریانت باقی میمونه، ناوردا باقی میمونه. اما یه موقع هایی ما داریم توی خانواده بزرگتر دوم کلفتا زندگی میکنیم، یعنی ته تاب توزیع بالاتر از توزیع گاوسی قرار میگیره، ولی اینا لزوما پاور لای دقیق نیستن.
یا واقعا اونقدر هم اسکیل فری نیستن. این سبب شده که توی علم شبکه و خصوصا سیستم های پیچیده بحث های خیلی خیلی جدی پیش بیاد که آیا واقعا این فیت کردن داده هایی که ما از این سیستم های پیچیده به دست میاریم توی فضای لوگ لوگ روی خط صاف این کار درستی یا نه؟ چون عموم آدم ها این کار رو میکنن دیگه، یه مشاهده ای دارن، مشاهده رو مثلا تو به توضیحش رو روی فضای لوگ لوگ پلات میکنن. تو فضای لوگ لوگ چیزی که قانون توانی باشه به صورت خط صاف در میاد. اون موقع میگن خب چون میشه به این یه خط فیت کرد، این حتما یه توضیح اسکیل فریه و نما همینه، اکسپوننت این توضیح همینه. خب ما امروز میدونیم که دعوا سر این مسئله کم نیست و این حرف هم درست نیست. از اون طرف دوتا نکته مهم است. یکی این که از لحاظ آماری، از لحاظ علم آماری یک عالم تست وجود داره که شما واقعا بفهمید این توضیح اسکیل فری هست یا نیست. یعنی علم آمار، ابزارها، دسته هایی از تست ها رو داره که میشه اینا رو سنجید و مقاله های جدید هم اومده که مثلا تعداد زیادی از شبکه های مختلف رو بررسی کردن و بعد دیدن توزیع درجه شون عموماً طبق این تست ها قبول نمیشه به عنوان یک اسکیل فری و فقط میشه گفت اینا مثلا دم کلفتن. از اون طرف حتی اگر ما بتونیم این تست های آماری هم پشت سر بذاریم، باز هم دلیلی نداره که ما اینقدر تر و تمیز یک چیز بیمقیاس داشته باشیم. علتش اینه که اونهایی که از خانواده فیزیک آماری و پدیده‌های بحرانی میاند، یادم نره که ما داشتیم از اول حرف دادیم که فرکتال ها چه ربطی دارن به فیزیک دیگه، ها رسیدیم به مسئله مقیاس و بیمقیاس بودن و قاطی شدن این مسئله با پدیده دوم کلوفتی و خب داشتیم راجبش چیز آماری حرف میزنیم. اما حالا اگر راجب فیزیک حرف بزنیم چی؟ ما توی فیزیک چیزی در اسم فیزیک پدیده‌های بحرانی، مثلا راجب مغناطیس من زیاد صحبت کردم و مدل آیزینگ. تو مدل آیزینگ ما میدونیم که توی نقطه بحرانی مشاهده پذیرهای ما، مشاهده پذیرهای بزرگ مقیاس ما، رفتارهای توانی از خودشون نشون میدن. یعنی ما با توجه به روابط که در ریز مقیاس میدونیم، با توجه مثلا به همیلتونی مدل آیزینگ و دقیقا میدونیم اون پایین اجزا چجور دارن با هم برهم کنش میکنن، ببینیم که در بزرگ مقیاس روابط توانی میبینیم، اصطلاحا اسکیلینگ ریلیشنشیپس میبینیم و مثلا میبینیم که ویژگی های مختلف سیستم با یک رابطه توانی کاملا داره توصیف میشه و اون موقع اینکه اون روابط توانی چه شکلی باشن، اون نماها چی باشه که بهشون مثلا نماهای بحرانی، اصلا ما میتونیم پدیده های مختلف رو طبقه بندی کنیم و اصطلاحا هم بذاریم تو کلاس های جهان شمولی. برای همینه که ما نه تنها خیلی خوب از لحاظ آماری این سیستم ها رو میفهمیم، برای یه مکانیزم داریم، یک ساز و کاری داریم که توصیف میکنه این روابط توانی از کجا میاد و این توضیح های توانی در نقطه بحرانی از کجا میاد. یعنی ما یک نظریه داریم و بعد آمار خوب داریم و اون موقع شما مثلا میبینید که اگر یک شبکه اسپینیو تو نقطه بحرانی به شما نشون بدن، یک فرکتال ازش میبینید. یعنی توی فضای روبروتون، فضای مکان حتی که اسپین ها بالا و پایین هستن، این اسپین ها یک جزیره هایی تشکیل میدن که شما اگر یک گوشه ای از این رو بردارید و زوم کنید میبینید که انگار کل اون شبکه این شکلیه و این طرح تکرار شونده فرکتال اونجا وجود داره. واسه همونا که از خانواده فیزیک آماری میان، خیلی وقتا یه سری تئوری خوب دارن، یه تئوری دارن که به شما یک سری روابط مقیاسی میده و این روابط مقیاسی که از خانواده پاولاها هستند به شما کمک میکنه که اون سیستم ها رو بشناسید. مثلا ما هم توی یکی از این مقاله های اخیرمون نشون دادیم که در شبکه های زمانی گذار فازی رخ میده که با توجه به این تئوری و این چارچوب شما میتونید بگید بله رفتارهای توانی میبینید و این جزء کلاس جهان شمولی تراوش جهت داره، directed percolation.
اما یه موقع هایی ما تئوری نداریم، اینکه نمیدونیم چه مکانیزمی اون زیر وجود داره و فقط مشاهده میکنیم، دیتایی داریم و فیت میشه روی صفحه لوگ لوگ روی خط. اون موقع این لزومی نداره که واقعا یک درک درستی هم باشه. یعنی خیلی وقتا آدم ها میرن یه چیزی رو میفهمند، اندازه گیری میکنه، بعد میبینن که خب یه توضیح لوگ لوگ داره و بعد فکر کنن یه چیزی رو کشف کردن، در صورتی که نه. این خیلی چیز عجیبیه که اگر شما واقعا هنر کنید و به طور آماری نشون بدید که این داده هایی که دارید، نویز و همه این کثافتکاری هاشو بتونید درست هندل کنید، به طور آماری حتی اگر نشون بدید که این یک پاور لا هست، این باز هم دلیلی نمیشه که بدونیم یک ساز و کار خفنی اون پشت نشسته باشه. اگر بتونید ساز و کار هم داشته باشید، بتونید یک مدل معرفی کنید، اون موقع کارتون ایول داره. خلاصه که این ویدیو شاید یکم براتون عجیب و غریب بود این حرفا. علتش هم اینه که خب یک مقدار زیادی احتمالا چیز میز باید قبل از این میدونستید و همه این چیزها رو من توی سیت پور گذاشتم. یعنی یه 5-6 تا پست هست راجع به فرکتال ها، یه مجموعه پست هست راجع به نظریه باز به هنجارش و راجع به مدل آیزینگ و راجع به توانهای همین چیزهای بحرانی، نماهای بحرانی. بعد من یه دونه تک جلسه انگلیسی هم دارم که مفصل راجع به اساره پدیده‌های بحرانی و اینا حرف زدم. برای همین اگر تا اینجا فهمیدید که دارم سر چی هرس میخورم، که دمتون گرم. اگر ولی دوست دارید که بعدن بفهمید دارم من چی میگم، میتونید برید و پستای قبلی رو بخونید، توی سیت پور لینکاش هست، به سایت باید رجوع کنید. و اگر هم اهل علم شبکه باشید، میدونید که چند وقت پیش یک گفتگوی خیلی جدی و یک بحث و بزن بزنی شده و توی توییتر بین دانشمندان شبکه و سر این بود که آیا واقعا شبکه های توصیف کننده واقعی دنیای واقعی اسکیل فری هستن یا نه. چون ما میدونیم که باراباشی خیلی وقت پیش ادعا کرده بود که شبکه‌های دنیای واقعی اسکیل فری هم، بعد آرن کلوزه اومده بود نشون داد که نداداش اینجوری نیست و بعد کلی دعوا توی توییتر مردم کلی حرف زدن و همه این ماجرا میتونید بخونید. توی کوانتا مگزین یه پست خیلی خوب هست و در نهایت هم فکر کنم یه چیز توی نیچر منتشر شد به عنوان گزارش که فکر کنم پیتر هولمن نوشته بود، اون خیلی خوبه و ماجرا رو توصیف میکنه. و همه اینا هم به این برمیگرده که علم شبکه علم جوونیه، 20 سالشه و ما هنوز یه نظریه جدی که بتونیم همه این چیزا رو بفهمیم نداریم. از اون طرف یه سری آدم از علم فیزیک آماری میان، یه سری آدم از علم کامپیوتر ساینس، یه سری آدم از آمار میان که اینا هر کدوم ابزار و دید و شناخت خودشونو دارن، برای همینه که یه جاهای درگیری وجود داره. فیزیکتون جماعت هر موقع که یک جای رفتار مقیاسی میبینه، دوست داره اینو یه جوری وصل کنه به پدیده‌های بحرانی و چیزهایی که از فیزیک آماری بلده و داستانهای باز به هنجارش و داستانهای آیزینگ و آیزینگیش. کسی که از آمار میاد، تستای آماری داره، فرضیه‌ها و نظریه خودشو داره. و آدم‌هایی هم که مثلا از سوشال ساینس به این مسئله نگاه میکنن، دغدغه‌های دیگه ای دارن. برای همین اگر دارید به سیستم های پیچیده فکر میکنید، این چالش ها خیلی چالش های جدی و فنیه. من هم نمیدونم چی شد امروز راجع به اینا حرف زدم، ولی خب خیلی وقت بود که میخواستم این چیز ضبط کنم. حالا مرسی که تا اینجا اومدید.